سلام، برعکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم. امروز با کینگرام و پوریای صادقی، کینگرام که یکی از نوازنده های با استعداد و درود طلای ما، پوریان که دیگه بیزنس اقتصادی و زحمت کش و واقعا موتیویشن سپیکر خوب که آدم نگاهش میکنه. من تیک گرفتم باشدم تورنتو، حتی من تیک گرفتم صبح بانم شو ورزش میکردم آنه که اون کارا رو نمیکنم. تیک عصبی گرفتم، من ورزش تورنتو برگشتم زیاد ورزش نمیکنم، زیاد خواهر ناراحتم از روتینم و به هم ریخت. دارم خیلی یادمه با این جدی بگردی همیشه. نه این تاثیر خوب داشت میذاشت، تاثیر خوب داشت میذاشت، تاثیر بد رو هم میذاری تو متاسفانه. نه من تاثیر خوبی گذاشته، خاطر اینکه از یه ذره از زندگی انداخته تماس شو بخوای سوئی، ولی معلوم شد دیگه. آره اصلا معروف هم نشدیم، داری میشی سریع از شک نکن. آقا حالا یه سوال دارم من، توی این اتاق بغیر از من obviously بقیه خوب دختر بازی میکنن، خب یکی به خاطر پولشه، یکی به خاطر معروفیتش. من نمیخوام بگم شوخی واقعیتی هست، میگم نمیخوام بگم کدوم کدومه، ولی الان نظر شما که الان دیگه به قول معروف دختر خودشون پرت میدن بهتون، چطوری میخواین خانم آیندتون رو پیدا کنین؟ چون شماها جفتتون تارگتی ندارن متاسفانه، وقتی خودتون توشین نمیفهمین، یعنی نه مطمئنم شما متوجه میشین نه شما متوجه میشین، با اینکه میگی متوجه میشم ولی نمیشی. چطوری میتونی بفهمون کسی که باهاش داری رابطه برقرار میکنی تو رو میخواد یا فقط اومده خاطر پول یا فیم؟ دوست دارم جواب شما رو داشتم. خیلی برام جالب من که خب خیلی واضحه کدوم قسمت هم. و اینکه من هیچ پشکی ندارم کسی بخواد من استفاده ابزاری بکنه و در آخرش نه مشکل نداره، خوشحالم میشه. آره نه ولی بیشوخی، آره شاید آدم هایی که میان که هوکاپ کنن یا کانکت کنن به خاطر اون شناختی که شاید از من داشته باشن، ولی خب منم میدونی تیگه گوش فقط نیستم که، من برای خیلی احساسات دارم، فقط با دودول ترام فکر نمی کنم و من فکرم یه ارتباطی هست که جو برقرار میشه تیگه یه برای من حتی من زندگی خیلی فرق داره فکرم با عام مردم، چون من همش در حال سفرم، خیلی لایف استایل موناگامیست ندارم، من خیلی زندگی چون اتیکال نان موناگامی خیلی پرسو میکنم، یا سولو پولی اموری، یعنی چندین همسر و چندین پارتنر و فلان از این داستان تشویق هم نمیکنم بقیه اینجوری باشن، صد دفعه گفتم هر کی هر چی برات کار میکنه وفادار باشین، تو رابطه خوب و سالم باشین، هر چی برای شما کار میکنه. من ولی به خاطر خب لایف استایلم اینقدر سفر زیاد میکنم، خب آدم تنهایی میکنه، نیازهایی هستش بالاخره. هر شهر یعنی یه نفر پیک میکنی؟ بیشتر شهر مثلا صبح شبش یا صبح فقط صبح شب نه، ولی حس خیلی خوبی که آدم تنها نباشه دیگه، آخر شب مثلا برای کسی باشی، مثلا همیشه هم لازم نیست که فقط به سکس تموم بشه. باید دیشتر نداشتیم هم میام دوتا هر باید در اینه تراوز دارم گفته داشتیم اصلا تنهایی داشتیم. من ولی فکر میکنم که میدونی الویس پرسلی یه جمله داره که از آهنگاش میگه، حرفی که میتونم تو شعرش میگه که آقا من حاضرم با هزار دروغ زندگی کنم ولی تو رو از دست ندم، یعنی میگه با همه سختی و دروغ ها و تمام بدبختی های بعضی خودم تو اون مود میدونی لحله و نمیدونم اون حتی انزوا و تنهایی که گیر افتید میخواد با هر کسی هم باشه میتونه خوشحال باشه، میفقط میاد توی بغل داره تو آغوش یه نفر رو، ولی بعد خود نه کاملا توی جای اتمام خیلی کامفتبل و کانفیدنت و اعتماد نفس هم بالاست تو زندگی و یه انرژی دیگه ای تو اترکت میکنی، برای همین خیلی سیاه و سفید هم نیستش، به مود خودت تو ربط داره، به جایی جایگاهی که تو زندگیت قرار داری. من فکر میکنم نامبر وان ریزنی که الان خیلی اترکت میشه طرف چیه؟ من فکر میکنم مجموعی از کل فلسفه و کاراکتر زندگیم و پرسنالیتی که دارم، یعنی از دنیا هر کسی میاد طرف کامل میشناسه، یعنی اگه ایرانی باشه، غیر ایرانی نه، غیر ایرانی کلا اصلا سیستم ارتباط برقرار کردن فرق میکنه، با اصلا یه جور دیگه استراتژی بچینم و هر آدم معمولی آره لول پلینگ فیلد لول میشه کلا، ولی بازم اعتماد نفس دارم، انقدر ریلکسم با خودم و تو هر محیط و هر جایی باشم، اگه بتونم یه وجه مشترکی پیدا کنم با طرف قشنگ میتونم میگم با قیافم نه کنم که تخمیه، ولی بذاری من دو دقیقه باید حرف بذارم میتونم به جای خوب میتونم برسنم چه من فقط گوش بدم. سلام رام هستم، کیم رام. ولی آره من فکر میکنم که بیشتر جامعه ایرانی کار میکنی توی جامعه ایرانی. آره خب یه فعالیت توی جامعه فعالیت ایرانی خب یه جور دیگه است دیگه، ایزر آدم تنبلتر میشه توی اون لحظه، ولی آدم هایی که باشون اعتبار برقرار کنم برای من هم مثل یک کتاب هم، مثل یک داستان یا ادونچر جدیدی هم، هر کدومش یه هیجان
خاص خودش داره، دنیای خودش داره. واقعا تو این هفته که با اون آدم واقعا عاشقشم اینجوری نیست. یه هفته با یه نفر هست پس اینجوری چه سوویتی شبیه این سوی پیازا رو میگه داره تو واسه ترجمه میکنه من رسید به یه هفته من با عکس رو داشتم میگه دو نفر رسید به هفته ای مثلا آقا اصلا این من بعضی روزا صبح پرواز داره یه دیگه صبح با اون هفته اومدی از شب با هفته اومدی نه ولی خب این جکتش ماکش کسه حالا تو از خودت بگو تو از تجربه خودت به خاطر سیاس واسه یوتیوب چیز سیاس یه برند درست کس دیگه از اینوانی نمیتونی راحت بگیم هر وقت میگه اسم این برندش رو میزنیم این داره پرش من که تجربه میخوام خب حالا شما بگو من خودم شما چجوری دخترت رو میتونی سکرین کنی فیگر اوت کنی هر چی اسمش هست آخه من مثلا اینه که همیشه توی ریلیشنشیپ های بلند مدت بودم یعنی اینجور نبوده که بخوام حالا سینگل بشم واسه این مدت یه سری آدم متفاوتی بخوام بیام تو زندگی البته مثلا واسه 7 8 ماه گذشته سینگل بودم و با آدم های زیادی آشنا شدم ببین توی یه پوینتی بستگی داره که خودت چی میخوای یعنی اگر توی ریلیشنشیپی خب یه نفر انتخاب کردی که حالا فکر میکنی خودت تو رو به خاطر خودت میخواد به خاطر یه سری چیزایی که دیدی به خاطر چیزایی که پس راه خاصی نداره که اسکرین کنی چرا ولی مثلا وقتی که بریک آپ میکنی مثلا من وقتی که بریک آپ کردم بیا مثلا مهم نبود کی واسه چی داره میاد طرفم من هر کی واسه هر چیزی که میبینه بیاد طرفم چون الان فقط میخوام زمانمو بگذرونم میدونی و اگه مثلا چه میدونم یکی بود که به خاطر پول اومده بود مثلا شو واسه پول اومده دیگه یکی اومده واسه مثلا خودمون اومده واسه خودم من اصلا حساب باز نمیکنم رو هر کسی رو هیچ کسی به هر حال دقیقاً حالا خب پس اون موقع که تو داری در واقع از اون استفاده میکنی بعد مهمه اونو قبول دارم موقعی که میخوای تصمیم میگیری به تو رابطه چون من داشتم این برنامه ادامه کردم یه حرف خیلی جای خانم اومد حرفو زد تو تیک تاک گفتش که آقا اگر آدم معروفی یا پولداری دختر میاد طرفت باید یه خورده بترسی چرا؟ چون اون دختر که میاد طرفت تو آلردی میدونه تو یادمه پریناپ میگیری دیگه نه اونم میکنی نشما میگو تو یادمه بیزی هستی دختر همیشه واسه یه تایم میاد میخواد کانکت کنه با یه روز پنتان کنه وقتی میاد با یادمه فیمس که میدونه بعد تمام دنیا سفر کنه 6 ماه در سال یادمه فور بیزی که بعد روزی به 80 نفر جواب تلفن بده و بهش میگه چیکار بکنن بس میدونه پوریا روزی 10 ساعت نیست این یه چیز خیلی بدیه توی رابطه واسه دختر وقتی میاد جلو اینو میذاره پشت سرش یعنی داره واسه تو نمیاد جلو اصلا با این موضوع داره پیس میکنه میگه خب اون دریوس که نی دست ما کار خودمون میکنیم 4 تا هم گس ما فلان میکنیم و من این وقتی شنیدم یهو خیلی برام جالب شد گفتم که واو چه چیز خطرناکی پس یادم که به یه چیزی میرسه یا به یه شهرتی میرسه واقعا دیگه نمیتونه دختر خوبشو پیدا کنه چون دختر که میاد جلو آلردی مثلا بیشتر کسایی دارن که خیلی معروفن و پول دارن با یه کسایی که از مدرسه اینا آشنا شدن میبینن ازدواج کردن با همون موندن مثلا زوکربرگ رو میبینید با زنش مثلا چقدر با هم دیگه هشت کوچه هم همینطور مثلا مثلا با یه کسایی ادامه میدن که یه جایی باهاشون توی زمانی که هیچی نبودن کلی زمان گذروندن و دوست شدن واقعا با هم دیگه چون الان دیگه واقعا نمیشه فهم خب خیلی سخته بخاطر اینکه خب دنیا طرفی رفته که دنیا مخصوصا سوشال میدیا انقدر کامپتیشن بین دخترا به وجود آورده اگه نمیدونم تو واسه سفر الان پانشی بری پاریس مثلا دوستت ببین همه یه جوری اینکه میگه اوکی من تو داری میری با دوست پسر پاریس منم باید پسری پیدا کنم که منو ببره پاریس یعنی کامپتیشنشون توی این قضیه است یا حالا چه میدونم مثلا فلانی ماشین اینو داره منم باید یکی بگم که ماشین این داشته باشه یا مثلا فلانی توی این خونه زندگی میکنه مثلا هر هفته میره ماساژ میگیره ناخناش میگیره منم باید همچین یعنی کامفورت یه جورایی بعضی دخترها خب به عنوان کامفورت انتخاب میکنن یه پسری رو دیگه میگن که این پکیجی که داره میادش بعضی موقع ها میگم خب بالاخره پسری هم مثلا من درسته که الان خب obviously هر کسی دوست داره توی رابطه باشه که طرفی که میاد خودش رو به خاطر خودش بخواد دیگه درسته تو میتونی هر چیزی داری از دست بدی و اون آدم از طرف از به خاطر اینکه از دست دادی همه چی رو بخواد بره خیلی ناراحت میشی دیگه ولی بازم یه جورایی وقتی بهش نگاه میکنم مثل این میمونه که آقا خب من این همه تلاش کردم که این چیزهای دور و برمو داشته باشم حالا نمیتونم بیام یه نفر رو پیدا بکنم که اصلا کلا ایگنور کنه که این چیزهای دور و برم من هست یعنی بخوای نخوای یارو متوجهه که این چیزهای دور و برم من هست میدونی و درسته که تو رو به خاطر خودت هم میخواد ولی خب بعد از یه مدتی به چیزایی هم که سرویسایی هم که با تو میاد دارایی هم که با تو میاد کامفورت هم که با تو میاد عادت میکنه
که تو باز یکیشون رو دوتاشون رو دهتاشون رو ورداری باز یه زن رابطه عجیب میشه چون اون طرف هم به اینا عادت کرده دیگه. یعنی یه جورایی از تو میخواد که یه جوری این کشتی رو برونی که اونا از بین نره. پس یعنی در واقع رابطه واسه تو داشتن تکنیکی یه لول سخت‌تر هم شده. رابطه یه خیلی سخت‌تر هم اصلا بسالم این بود که از بیرون آدم فکر میکنه تو دیگه تخم نمیشه نه چون تو به همین چیزا فکر بکنی و نه دقیقا من واقعا اصلا رابطه پیدا کردن خیلی سخته. بعضی موقع مثلا صحبت میکنم هم پسر هم دختر یا فقط دختر؟ نه پسر ها اوکی هم پسر ها کسی تا نخواست مثلا به تیغه زدن پسر ها واقعا نه پسر ها نهیدم خودش بخواد من رو به تیغه آخه تیغیدن چیه؟ ببین من خودم انقدر مثلا لاج بازی باید موقع در میارم که فکر نکنم کسی نیاز داشته باشه بخواد بیاد از من سعی کنه چیزی رو بدیره. اینا طرف اینو من اصلا چیزی بهش نگیم خودش اوکی اینا امروز پول قضا من نداد ولی گفت بگو چقدر بوده میزنم بس خدا شد. نه ولی اگه تو رو میگم استرایک میزنم. نه خب خاطر اینکه من از یه مدتی من انقدر مثلا پول همه رو میدم واسه غذای من مثلا طرف دوستام آنکامفورتبل میشم. من میتونم تو بهش گفتم مثلا تو دفعه پیش دقیقاً چند تا توی تورنتو گفتش که من دوست دارم همه چیزا خودم بدم و من خب ریسپکت میذارم وقتی یه نفر همچین چیزی رو داره. منم اگه برم حالا یه دوست دیگه هم مثلا منم خود دوستایی دارم که حالا اونا مثلا پدرمادرش کارخونه داره مثلا بچگی بیلیونر بزرگ شده و حالا فکر میکنم اون باید بیاد همه چیزا رو بده. من میگم مثلا دوستام من کامفورتبل از بین میره همین چیزیش. من چرا چهار تا غذا سفارش میدم بگه بخون بدم کسی اون قضا منو بده بعد یه دونه سفارش میدم. راحت بشی. هم خوشحال نیستم هم دارم میگم تو پاچه این نفر. میگم خب بزن تو پاچه کسی میگم منم خوشحال باشم. اینجوری شما. ولی آره من پسری نبوده که بخوام مثلا فکر کنه پسره میخواد منو بتیغه. نه من رابطه با دوستای پسرم واقعا به من همه جور دوستی هم دارم آخه. میدونی یعنی یکی از شاید معدود کسایی باشن که دوست که مثلا بروک باشه کامل دارم. دوستی که خیلی پولدار باشه دارم. دوستی که خیلی فلسفی باشه دارم. دوستی که پارتی باز باشه دارم. دوستی که بیزنسمن باشه دارم. دوستی که اصلا به بیزنس هم فکر نمی‌کنه و اینا هم دارم. دخترم همینطور. دوستای دختر دارم که فقط باهاشون دوستم obviously. دوست دخترم الان دارم. رفتم تا دو هفته پیش توی ریلیشنشیپ و میگم همه جور دوستی دارم. اصلا بزنه رفتم توی ریلیشنشیپ یعنی آستن مارتن رنت کردم دخترای گوشم تو ماشین بردمش توی واینری بغل آبشار نیاگارا گفتم که بیا با هم دوست بشیم. با آستن مارتن رفتیم که دیگه الان دستم خراب نکن یه دفعه ماشین کیریشه دیگه دست ما چیه تو که کارو کردی. نه خدا مثلا خدا من یه مدتی اصلا سینگل بودم واسه همین وقتی که حالا یه آدم اوکی اومد توی زندگیم من آخه سیستم اینجوری بود که مثلا همینجوری ادامه بدم بدون اینکه اصلا بخوام تایتلی بزنم. واسه من تایتل مهم نیست چون تایتل هم بذاری من فقط چطور بذاری من 6 سال توی ریلیشنشیپ بودم. بعد از اینکه 6 سال توی ریلیشنشیپ بودم خب بعدم قضیه رو جدی‌تر بکنم تا اومدم قضیه جدی‌تر کنم بریک اپ کردیم بعد از 6 سال. یعنی دیدم که خب اگه حتی بخوای تایتل هم بذاری بدتر میشه. واسه من اصلا من تو فکر تایتل نیستم به فکر اسم و زنه نیستم. واسه من قشنگ‌ترین روابط موقعی که هیچ چیزی نیست ابلیگیشن نیست اون طرف دوست داره که در کنار تو باشه. میگن یه پرنده رو کبوتر رو بذاری توی قفس اون با حاله که در قفس رو باز بذاری اون کبوتره اگه میره برگرده تو اون قفسه دوباره بمونه. اگه بخوای اون رو درش رو بسته بذاری وقتی یه روز حواست نباشه در قفس بذاری پرنده میره دیگه بر نمیگرده. این ریلیشنشیپ همینطوریه دیگه. واسه همین تایتل ریلیشنشیپ با من ولی اصلا قفسی وجود نداره همه دارن همدیگه رو میکنن تو قفس این چیز بشه با خرگوش چیز آره اون ویدیو جایی خرگوش مرده خرگوش دیگه کنار شهر داره دوش میچرخه بعد آره میگه آم سو ساری و خرگوش میذاره کنار خیابون اون کیمیا تعریفش رو نمیده فقط خواست تعریفش رو بده مرده رو اینم تو اون تو نه یعنی فرماسه تو ساجست میشه واسه من یه عکس ایلان ماسک میاد یه عکس هنیتیت میاد یه عکس ماشین میاد این ستا یه مدت هم غذا نگاه میکردم کلی اینستاگرام شده به عکس غذا تو ایران غذای عجیبی درست میکردم بعد دیگه انقدر رفتم دیسلایک کردم غذا دیگه غذا به هم نمیده نمیتونستی دایت نگردی که خیلی بد بودش واسه همین روابط من اینطوری میبینم خیلی هم سخته که بخوام انتخاب بکنم کسی رو واقعا و الانم باز هنوز توی مرحله نیستم که بخوام کسی خیلی جدی برم توی زندگی. هنوزم دنبال فانم. یعنی
هنوزم تو پوینتی نیستم که بگم که الان دیگه همه کارا رو کردم، چون لایف استایل من لایف استایل شما اصلا نمیتونه یه نفر، یعنی همه الانم هم که من دو سه ماه با یه نفر هستم داریم به یه جایی، بعضی موقعا لازمه که من اینقدر زمان میذارم روی کارم، زمان الان دارم میذارم روی یوتیوب، زمان میذارم روی گرفتن پادکست، زمان حتی تورنتو، حتی سفر، چون الان میخوام برم کلی سفر کاری و اون طرف هم خب میره الان تابستون همه دوستان من دوست پسرش میرن روی بوت میرن این بر میرن اون بر، من تو فکر کارم همش، پس anyways روابط خیلی سیریسی نمیتونم داشته باشم و اون طرف هم متوجه این قضیه هستی، مثلا همین چون نمیتونم روابط خیلی سیریسی هم داشته باشم خیلی دیپ هم نمیرم که ببینم طرف واسه خودمه یا طرف حالا واسه نمیدونم چه میدونم از من چه چیزی به یه نفر شاید برسه، اینه که حالا واقعا بره بیرون رستوران نمیدونم می دنبال اینه، واسه همین نقدر به زیاد سیریس فکر نمی کنم، ولی امیدوارم که هر کسی که هستم واسه خودم باشه. تو دیگه میری با دل خوش با چش مثبت، من به اونور فکر نمی کنم، من به خودم فکر می کنم، میدونی که اون چی فکر میکنه در تو، من کاری ندارم، من دارم حال میکنم تو این رابطه الان یا نه، اگه من دارم حال میکنم به من خوش میزنه پس من مهمم که دارم خوش میزنه، حالا اگه طرف واسه خودم اومده، طرف واسه پول اومده، طرف واسه هر چی اومده به من داره خوش میگذره. شما سوال خارج، شما تلفن مامان من داری؟ ببین نورمال نیست؟ هی من میگی نورمال نیست؟ تلفن مامان من داره؟ نه اگه نه اپیزود من رو مسیح تو نهار کنی تلفن مامان من در ادامه همین بس بریم که ایزار بازترش کنیم بعدم جالب بشه، اینه که خیلی بحث خوشبختی خیلی پیش میاد و برای آدم ها و بچه ها و کسی که نگاه میکنن این برنامه رو دیدی که الان دنیایی که زندگی میکنم تو آنلاین خیلی اصلا از تو یه جور موفقی، من یه جور موفقم، سوهل یه جور موفقه، هر کنون به نوع دیوونه خودم میگیم آقایم نمیم بگیم بقیه که باید این قدم رو بگیم، آقایم این قدمه بود که ما برداشتیم که به اینجای زندگیمون رسیدیم و تعریفمون فکر کنم از خوشبختی شاید یه چیز متفاوتی باشه هر ستامون و آیا یه چیز واحدی هست یا نیست. برای من خیلی جالبه که چون من قبلا با یه یارو بیلیونر زندگی میکردم تو خونهش یه 7-8 ماه توی کالیفرنیا خیلی خیلی سال پیش، بعد طریقا اونم مثلا یه آدم های بیلیونر دیگه آشنا شدم، بعد مثلا دنیا یه نتورک آدم هایی که اصلا من که دستم 27 دلار پول بود من توی اچلی بازی آدم هایی بودم که اصلا توی لیگ بودن که اصلا من درک نمیکردم. درست. و این کلیشه‌ای که خب همیشه آقا میگیم آقا پول خوشبختی یا هپینس یا از این چیزا میاره، واقعا به نظرم امنیت میاره، سکیوریتی میاره، یه چیزا میاره، یه رفاه و راحتی میاره که داشتنش خیلی زندگی راحت‌تر میکنه از این لحاظی. خوشبختم نمیدونم جوابش، چون و همونجا مثلا میدیدم این آدم خودش نایس‌ترین آدم دنیا بود و کلی فیلانتروپیست آدم خفن و فلان، ولی دورورش هم نمیشد آدم زالو بودن، نمیش مگسون دور شیرینی و خیلی محیط خیلی تاکسیکی بود کلا توی اون دنیا و برای من خیلی عجیب چیزایی که بهشون وقت انرژی صرف میکردن سرشون تک تو تمام پول دنیا رو داری الان میدونی چرا داری میکوبی که 1 میلیارد دیگه در بیاری یا چرا اینقدر داری در مورد چیزای خیلی سطحی حرف میزنید یا مشکلا یا تو چیزای ناراحت هستین که اصلا ارزش و وقتی نداره که بخوای سرش خیلی وقت صرف کنی. این من خیلی تعجب میکردم و خب من تویتر برای از تجربه یه جایی زندگی کنم و خودم واقعا وقتی که تو جاده من در حال سفرم چون میشه برای من مثل معبد میمونه فرودگاه، اصلا میرم انگار خدایان من توی فرودگاه زندگی میکنن، قرار از نو دوباره برم با یه کلین سلیت، با یه دل پاک، با یه صفحه پاک از صفر میتونم دوباره انگار همه اشتباه و گناه هم پاک شده میتونم از اول دوباره شروع کنم به یه سری ادونچر و داستان و رابطه و اینا و یه هیجانی هستش که توی سفرم هستم ایمیل به اون صورت دیگه چک نمیتونم درگیر سری کارهای اداری و فکر نیستم و فقط حضور دارم توی اون لحظه و واقعا تو اون لحظه ها خوشبختی احساس به خدا اصلا یعنی انقدر خوشحال و رها هم هیچ قیمتی نمیتونی روش بذاری، نمیتونی بخری اون خوشحالی ها هر چقدر هم پول بذاری، ولی یه سری جا دیگه هسته میگم یه خونه ایر کاندیشنینگ فلان توی ریورک با هزار دختر خوشگل تو جاکوزی اینا یه چیزایی هستش که چه میدونم. ولی خودم از شما بپرسم نظرتون کلا برای مثلا خوشبخت باشین یا نظر خودش اصلا از خوشبختی خودت خوشبختی چی رو فکر می‌کنی؟ من همین من تعریف من همین که اینکه در لحظه حضور داشتن و در لحظه حضور داشتن، یعنی وقتی که تو داری به گذشته فکر می‌کنی
برای دیپرشن ایجاد میکنه. وقتی که در آینده زیادی رو فکر میکنی، همش پلندر میکنی و تمام میکنی، انگزایتی ایجاد میکنه. در لحظه وقتی که هستی دیگه در کاملا در صلح با خود و وجود خودت، این برای من خوشبختیه. در عکس آدم هم این لحظه تو مسافر اتفاق میفته دیگه. درست. در همین مثلا میرم مسافر جون میاد اینقدر علاقه، چون لحظه واقعا میاد خود آدم فلوت کنه نمیتونه کار کنه. فقط مرگی که میتونه مسافر برینه که زنگ بزنه. آقا نمیشه می اصلا از آینده هم چیزی تو ذهن نداشته باشی که من اینجوری هم مسافر من میتونم. اوکی، معلومه که در دو روز 24 ساعت یه ساعت به آینده فکر می‌کنی، 23 ساعت بلاکی فکر می‌کنم از تمام دیده است. آره، حالا من برای خودت هم برنامه داری، الان داشتم هم یه ضربت به یه چیزی که در تو آینده بود صحبت می‌کردم. آره، نه میفهم چی میگی، ولی منظور من اینه که در اون طمع یه بحث کریتیوی داریم، پروسه کاری که دوست دارم انجام بدم. یه هیجانی داره که اگه کاملا از لحاظ مادی هم برام باز چی میگم باز خود خوبی داشته که چه خب بهتر، ولی برای من هیجان این که یه کار گنده فرهنگی و اجتماعی تاثیر گذاری بکنم یا لگسی، من یعنی تو کمه لگسی رو مثلا خیلی استفاده میکنم، من برای اون لگسی برای من خیلی هیجان داره. درسته. اون معنی انگیز بسه میگم، من فکر کنم شما ها هنی جایی هستین که نمیدونم مال شاید اشتباه کنم، ولی پا نمیشین صبح به این انگیزی که امروز یه میلیون دلار دیگه در بیارم. نمیدونم با انگیزه که صبح بیدار میشین چیه؟ من انگیزه شو دارم. آره هنوز داری؟ of course. نه خیلی باله، هی میخوام بدونم من چون انقدر دوره، من خب من بچه آرتیستم، من زندگی و طرز فکرم خیلی متفاوته با شما ها. به من کمپانی وقتی که داشت کار میکرد و خیلی گنده بود، اولا یه سری رفیق هم میره باشه، رفیق بازی میخواستم بگم، من یه سری رفیق باشم که خب میفهمن همین مثل توی که میگی مگس دور شیرینی بودن بودن و من میدونستم اینا به خاطر پول مثلا میان خواهیم ولی منو میکنن داشت سوهه خوبی بیار با اینکه تو تمیز کنم خیلی کسی فتا هفته بود ادامه بود داشت سوهه کنم میتونی اصلا ورش داریم چون من لازم دارم شما که میبینم بعد اصلا داشت سوهه تو اصلا هر خمش خواهیمالی فقط بیدلیل بود و من میفهمیدم بعد تو بقیم بود که با که این داره خواهیمالی منو میکنه در ازایش بیا مثلا بلو لیبر بزن من با این موضوع اوکی بودم با سه پسه هم میگفتم فیر تری دوستش یکی بیاد خواهی باید نه می دیگه می فهمیدی دست تو نبود یارو می اومد بکنید این کرکتره مرسی نمید بیدید این کرکتره بود یکی دیگه فاک بکن چیکار کنم ولی آه یعنی کرکتر خوش از اینطوری بود آره می اومد بعد می دید خود اصلا با هم اوکی می دید بعد می دید صرف اینجوری هم من می گفت اوکی تو این شو نو پرابلم من دیگه نمیخوام کاری نمیخوام بکنم دیگه ولی میفهمیدم یارو دوستش با من واقعا نیست هیچ وقت روش حساب نمی کرد اگه ماشینش هم بزنه نمیزد درست آره فقط واسه حال و زنگ میزدم بیا اینجا که فقط باشی چون خوب میگی میخندیم از این درست آره این واسه دوست بازی از نظر پولی که وقتی مثلا من میبینم چه جور تاثیر میذاره روش برای میگم که کامل گوشتم کنار یو من بالای هزار تا دوست و یوز سویش کردم درست نزدیک هزار تا آدم رو اینستاگرام توی شب پاک کردم فالوورم از 1000 خودش 69 فالوورات فالوینگ فالوورا همه رو پاک کردم آها همه بلاک کردم مثلا مالی با هم میشه هم من هم فالوش کردم همون چیزا چه سالی که 1000 نفر فالوور داشتی ها چه سالی که دقیقاً یه هفته قبل که بفهمم ایشون بیاد بیرون یعنی چه روزی بود قبل زندگی نرماله آره دقیقاً گفتم که امشب که مثلا فردا قرار بیاد بیرون زندگی من قرار عوض بشه مثل اینکه میگی میره فرودگاه برای من همچین حالتی بود گفتم که اوکی من الان میخوام دیگه نمیخوام با آدمایی که فقط مگس بودن و فقط واسه فان دور آدم بودن دیگه نمیخوام الان میخوام برم طرف فامیلی یا آدمایی میخوام با بری رو پیدا کنم بعد خیلی جالبه این داستانش بگم به حشماتون بریزه از تمام دوستان مثلا 5 6 تاشون بودن که بچه داشتن و زن و شوهر بودن خب من با اینا شروع کردم رابطه برقرار کردن از اون هزار تا نفرم با این رابطه برقرار کردم یه مهمونی رفتیم 5 تا مرد 5 تا زن چند تا بچه من میخواستم هفته بعد پاشا رو ببرم پیانی چون پیانی داشت باز میشد شهر بازی میشه گفتم که به بچه ها گفتم مثلا بچه ها یه همچین چیزیه من از فلانجام دارم میگم مثلا دیره چه میدونم $10 ارزونتر اگه میخواین شما میتونین بیان هم دیده رو استفاده کنیم هم با هم میریم اونجا خب ساپورت دادیم خب دستشوی هم بچه نگم دارم از این صحبت ها خانوم ها همه گفتن اوکی هفته دیگه سه شنبه مثلا بریم پیانی گفتم نو پرابلم شد چهار تا خانوم من که هفته دیگه میخوام بریم پیانی بعد تمام شد مهمونی آقا دو روز بعد تلفن رو بزنید یکی از این شوهرها بود گوشه برداشتم دو تا دیگه از آدم ها رو خط بودن یعنی سه تا شوهرها رو خط بودن که سوه نرو پیانی دارم یعنی چی؟ نرو النا رو بفرست میگه اصلا النا نیست اون روز این پلان من گذاشتم اون داره میره اونجا من گفتم اون نیست میخوام برم اینطوری کنم اصلا پلان منه با پاشا میخوام برم با پاشا باند کنم چی میگی؟
گفته که این کارا رو میکنی ما جلوی زنامون ضایع میشیم. الان همه به ما گیر دارن که چرا شما شبیه ضایع نیستی. واسه همین اگه بری ما دیگه مهمونی دعوتت نمیکنیم. گفتم شما هر کدوم دوستان میکنیم. من خودم عوض نمیکنم واسه کسی. خب من رفتم اونجا این اتفاق هم افتاد. همین کسی هم که به من زنگ زده بود اونجا خانومش بود. من یه دونه درکونی در خانومش دادم یه لبخند ملو به من زد. یعنی اینا خیلی جالبه که من بحث کنم. اینو تو از عمی گفت که بعد اونجا دیگه من یه جایی کاملا یهو بی دوست شدم. یعنی گفتم که اوکی قبلیه که نمیخوام اینا هم که بدم میخوردن اینجوریه پس من دیگه نیستم. بعد یه بی دوست شدم چند وقت. بعد یواش یواش مثلا یه نفر اینجا پیدا شد یکی اینجا پیدا شد مثلا اینکه خودش شما دو تا کسایی هستین که مثلا آدمایی که مثلا پیدا کردن باهاتون اصلا بهم خوش میذاره. موقع مسخره بازی اصلا از اون موقع جدی با هم جدی موقع واقعا کانورسیشن چون من چند تا سوال متفاوت دارم مثلا یه اپسود عاقل دارم مثلا بیشور دارم مثلا فانی دارم مثلا جدی دارم و همه‌شون دوستام بازی کنم و من موفقیت رو توی این میبینم که تو توی رابطه‌ای باشی که خوشحال باشی. الان که بچه دارم دلم میخواد آفسپرینگ هم داشته باشم به علاوه که دوستایی داشته باشی که لذتشون ببری و هر هفته این دوستاتو ببینی. یعنی من آرزوم بود که مثلا ما یه دوره داشتیم که آقا ما هر فرایده باید من و این و این با هم باشیم این فرندز پوری یه هفته چه گایی داری میخونه یه هفته من میخوام برم رو قایق اما گایی دیگه میدیم بچه من بالا میاده فاک بریم یکی کجا من نمیخوام بیام فاکینگ دات تو خفش باید بیاره من این رو دوستم ولی یه خورده فیلمیه شاید تو واقعیت اتفاق نیفته ولی من موفقیت رو میدم مگه مثلا 5 دوست داشتم که هر هفته اینا رو میدم و یه خانواده بودیم و تمام زندگیمون با این 5 نفر تا روزی که بمیرم هیچ دیگه دلم نمیخواستم. نه خیلی مهمه کانکشن منم تو هم با این دمرس خیلی هستم. کانکشن دوستی و یه کامیونیتی خوب واقعا آدمو خیلی میتونه خوشبخت کنه شک نکن. من بچگی این مشکل داشتم مثل تو که یعنی هنوزم این باورم ببینین که همیشه اون اکیپ و دوستای خوب و دور خواهرام نگردم. کسی آدمو دیگه میگه آقا خودت رو خودت و بقیه رو بنداز بیرون و خدا رو تک رگی کن. و تو چی پوریا؟ ببین ما خوشبختی خوشبختی برای خب من هم یه جورای کامبینیشن همه این معنی ها با همدیگه هستش. هر کسی فکر کنم خوشبختی رو یه جورایی چون میشه چیزایی که نداشته رو اگه بگیره میشه خوشبختی براش و هر کسی هم یه چیز جویی بزرگ شده و یه سری چیزها رو زیادتر داشته یه سری کمتر داشته. شاید تو آزادی الان تو خیلی دوست داری شاید قبلا آزادی اینطوری نداشتی مثلا الان اینو خوشبختی بگیم. اما اولین جوینت هم بابا میمداد بچه گیر من میفهم چی میگه بگو بعد مثلا من خودم خوشبختی رو توی این میبینم که بتونم با اولا که خب یکی از بزرگترین هدفهای زندگیم خوشحال کردن مادرم و ادوان میده و خوشبختی رو توی خوشحالی اون میبینم. یعنی یکی از باحال‌ترین چیزایی که میبینم اونه و تشکیل خانواده هم خب خیلی مزه مجلسی که خوشبختی توش میبینم به خاطر اینکه خب من از خب بچه که بودم 5 سالگی پدر مادرم جدا شدن و اینکه حس این که بخوام یه خانواده گرمی داشته باشم نداشتم هیچ وقت. و برادر داری یا؟ آره یه برادر دارم که همیشه در کنارم بوده و ساپورت هم کرده ولی خب بازم مثلا چه میدونم مثلا مدرسه همون تعطیل میشد هیچ کس نبود به در مدرسه مثلا من رو ببره خونه میدونی مثلا خودم همیشه راه میرفتم میرفتم خونه یا مثلا چه میدونم مثلا یه چیز مثلا فوتبال که میشد مثلا سهیل رو یه دوست پاشا رو میبرم مثلا شهر بازی مثلا با کسی شهر بازی نرفتم میدونی مثلا بعضی چیزایی که الان انجام میدم مثلا چیزایی که اصلا بچگی دوست داشتم انجام بدم ولی هیچ وقت انجام ندادم الان دوست دارم. و خاطر مثلا میرو کلاس بودیم اپ میرو کلاس بودیم ببین نه ما اتفاقا ما ضعیف‌ترین چیز توی خانواده هم بودیم. یعنی خانواده من همشون خیلی پولدار خیلی ویلتی هن که خیلی خیلی پولدار هن ما ضعیف‌ترین بودیم و یه جورایی اصلا بعضی از قسمت خانواده بچه ها با مامان فقط زندگی میکردیم. آره من رو برده هم بادم و یه سری از قسمت خانواده دوست نداشتن که بگن اصلا فامیل ما هم میدونی که مثلا دوست مثلا مثلا شما خوب نبود با ترکیه دعوت نشدن. آره اونا میگفتن که مثلا اونا ترکیه نمیرن اگر هم دعوت میشدن ترکیه واسه شما خیلی افته واسه همین
یه همچین چیزی بود. واسه من حالا خوشبختی اینه که بتونم اینو برعکس کنم، یعنی یه خانواده خیلی گرمی داشته باشم که حالا یعنی هدفم اینه که مثلا توی خونه هم که مثلا بچه دار بشم و اینا، اینه که مثلا یه دونه گست هاوس داشته باشم که مادرم اونجا زندگی بکنه، حالا اگه زنم دوست داشته باشه مادر پدرمون هم زندگی کنه، یه گست هاوس هم واسه اونا داشته باشیم. یک هم واسه دقیقا سرپرایز بعدش و مثلا اگه مثلا بچه داشته باشم با بچه های برادرم، با بچه های دوستام، مثلا توی خونه ما همش همه بیان بمونن تا کسی نره. میدونی دوستان مثلا آخر شب که مهمونی تمام شد همه برن خونه شون یه اینجا مثلا 10 تا اتاق خواب هست، یه اگه سوری اتاق رو بعد مثلا فردا میخواییم باربیکیو کنیم کباب بزنیم مثلا کل روز فردا. میدونی خوش باید همه همه چیز مشترکی که تو همه حرف ما حتی قصد که آمازم میدونم اون متعلق بودن هست. دوست داریم که متعلق به یک چیزی بزرگتر از خودم باشه، میتونه خانواده باشه، میتونه کامیونیتی باشه. همین این تصوری که تو کشیدی برای بعضی تبدیل میشه به نه خدا و ایمان و مذهب و یه چیز دیگه. من فکر میکنم شاید یه نیاز فلسفی درون ماست، فکر میکنم که دوست داریم متعلق باشیم به چیز بزرگتر از خودم. یعنی من درست که مرتبط به همین بحث میخوام جفتتون سوال کنم که آخرین باری که واقعا ناراحت بودین یا گریه کردین، واقعا یعنی تای وجودتون ناراحت بودین یا نگران بودین یا حالت خیلی بد، که بخیر خیلی دوستانم که اون طرز فکرتون چی بود و اون چقدر ربط داشت به دوباره به این بحثی که من با چیکار کنم از این بیام بیرون که دوباره خوشحال باشم، خوشبخت باشم. من اصلا آدم خیلی هم بذارم به طرفه آدم نیستم که گریه نمی کنم و اصلا آدم یه جورایی سردی هم توی قضیه گریه. مادر بزرگم هم فکر گریه نکردم، یعنی یه جوریه که هر اتفاقی هم برام میفته گریه نمی کنم ازش. اگه هرسم در بیاد شاید گریه هم بگیره من. میدونی یعنی توی پوینتی باشم که مثلا کیش و مات شده باشم توی سیچویشنی که نتونم هیچ کاری بکنم، اونجا شاید خیلی هرسم بگیره مثلا بگم مثلا دیگه مثلا گریه هم بگیره از اینکه هیچ کاری نمیتونم. تجربه داشتی مثلا تو 10 سال گذشته گریه؟ آره تجربه داشتم. آره یه بار ستاپ شده بودم واسه یه قضیه از یه جایی و یه داستان مثلا پیش اومد که به صورت خیلی غیر مستقیم یه جایی من ستاپ شده بودم از یه کسی که حالا به قوانین کانادا خیلی بیشتر آشنا بود و همه قوانین و اویدنس با اون بود، ولی مقصر اون بود و ولی به خاطر اینکه حرفش بود و اکسپیرینس داشت و همه چیز آره دیگه، یعنی همه چیز به نفع اون باز تموم میشد و من باید از کل رایت هم گیو اپ میکردم. یعنی باید بیانم گفتم که من شور مثلا هر چی تو بگی، یعنی باید حتی میرفتم میگفتم هر چی تو بگی من اون رو انجام میدم که هر چی تو بخوای، که حالا بعد از اون اون طرف هی کش میداد اوکی حالا من میخوام تو واسه من مثلا 20,000 دلار پول بریزی به حسابم. گفتم شور این 20,000 دلار، بعد 20,000 دلار میریختم میگفت نه من 20 تا نه اصلا 25 تا بکن لطفا. میگفتم شور، بعد میگم حالا که 25 تا کردی مثلا دوست دارم این سه تا کتابم بخونی. بعد میگفتم شور این سه تا کتابم میخوام. بعد میگم حالا این سه تا کتاب خوندی خلاصه اش هم میخوام مثلا بنویسی. یعنی هی داش درگ میکنه. حالا یارو گیر بریم مثلا عکس پولیا داره مثلا با لخت بود. راست بود. این چیزی بودم که باید هی بهش هر چی میگه گوش میدم. تا اینکه آخر سر دیگه به یه پوینتی رسیدم که بهش گفتم که یعنی مجبور شدم پلیس رو اینوالو کنم با اون قضیه که پلیس بهش بگه ببین چیزی که میخوای از این طرف اینجا بنویس و این انجام میده و دتس ایت، که یه چیزی یه لیست بهش کنم اون لیست رو انجام بدم و بهش دیگه ول کردم. آره خلاصه یه داستان همچین چیزی بود که مثلا من یه جورایی ناراحت شده بودم و دیگه هرسم گرفته بود، ولی به غیر از اون خدا رو شکر سیچویشنی نبوده که بخوام لحظه رضی بوده. آره خیلی مهمه. آره ولی به غیر از اون این چیزی نبود. یعنی مثلا میگم من سال پیش مثلا 500,000 دلار در عرض یه هفته تو استاک باختم، با اینکه 500 تا ناراحت میکنه آدم. من گریه ای نکردم. یا مثلا چه میدونم با چه میدونم دو سخن بعد 6 سال به هم زدم باز گریه نکردم، شاید از این ناراحت شده باشم، ولی گریه خیلی سخت میکنه. آره من حالا برعکس پوریا
گریه خیلی برام راحت داره، نه گریه هم بیاد سریع میکنم. بعد مامانم گریه یه واسه همین انقدر دیدم مثلا دلم هم میخواد گریه کنم، مثلا میگم الان وقتش گریه کنه موکیشه. ولی واسه این ولی گریه الکی مثلا شاید کرده باشم، مثلا یا عصبی شده باشم از اینکه آقا چرا نمیفهمین حرف منو، همه تون دارین اشتباه میگین ولی من دارم درست میگم، شما نمیفهمین دارین کار اشتباه میکنین. آره مثلا زلب زگیره، ولی اونا بی خود و لوس بوده. آخرین گریه که یادمه که از مثل مال پلیس که نمیرسم دیگه چیکار کنم، روزی بود که اخواب بلند شدم دیدم مثلا 200 تا نوتیفیکیشن ندارم تلفنم، چون من نوتیفیکیشن میگفت همجوری آیتم فروختی. بعد یوسف باشم دیدم ندارم هیچی، گفتم او او، رفتم لاگین کردم توی حساب، دیدم حسابو بستن سر اشتباهی که پارتنر کرده بود، من نبودم اونجا رفتم. بعد قشنگ یادم اتفاقا تو این خونه هم بودم، خونه زرده بود، نه تو خونه زرده تو همون پنجره‌ای که داری میبینی قرینشو بکن اون ور تو اون نشسته بودم، بعد داشتم همین ویو رو نگاه میکردم، همون کوه رو نگاه میکردم با دریا و گریه میکردم، هیچ چیز نمیتونم بکنم. بعد یه دوست دخترم اومد پیدا کرد، بعد هی میگفت چی شده، تام جواب شدم نمیخواستم با حرف بزنم چون فقط برای خودم بودم، برای خودم فقط گریه کنم چون هیچ کاری نمیشد کرد و 20 راه وجود داشت که این اوید بشه، فقط من نبودم اینجا و یه اولاغ اینجا بود به اسم علی که خونه اون دریوستن اونجا یه دار یه بشیری یکی اصلا پلن با دوستی و پوریا این بوده که به این پنجره دست پیدا کل دوستیش تا الان به این پادکست برسید از این پنجره بیرون رو کنه. خب به یاد ها شما بریم بیرون من هستم دا بیارم راه ها بدیم آقا شبیه هیتمن ها از یه جورایی نمیم چرا واقعا؟ آره راست میگه خود یه جورایی مثلا کیپ سامسونت رو باز میکنی یه دونه استایپ ستاپ میکنی مثل پروفیشنال دقیقا دستش هم دستش میکنه دقیقا یه آهنگ هم دسته بود مثلا اون جکیت هم که بود اسم لیون هم دیگه اتفاقا کسی من نقاشی کرده بود لیون که الان سینا رفته شبیه لیون نیست؟ سینا مثلا یه تیپ میزنه لیون اصلا یه داره بولیزر میشه میشه لیون یه بولیزر میشه میشه لیون کلاهش هم میذاره اون کلاه چیزه رو اینطوری خود لیون میشه عاشق اون فیلم هم خیلی خیلی تن فیلم هم ولی آره تو این بس برای من نمیم برای شما اینجوری بوده یا ولی من یه جا بود تو زندگی که دوره افسردهی داشتم و دوره خیلی سختی داشتم و وقتی آدم توی جای تاریک و افسرده است احساس میکنه که اما که ما این اشتباه میگفتیم فقط منحصر به فرد به خود منه، هیچ کسی دیگه تو دنیا آرش بد نمیشه، فقط منم که حالم بده، یعنی همین اشتباه رو میکنم. و بعد این بعد اینکه بعد اینکه اصلا شما تو اون بادلاق هستین فکر میکنید هیچ وقت بیرون نمیتونید بادلاق چی گفتم باقلوا گفتم یه لحظه داره خوش میشه من کلا برام مهم نیست اینکه چی بشه دیگه، چون میگم پوینت کانورسیشن اینه که تو یه چیزی گویی تو مغزت رو بگو تو مغزت گویی من آره من همش دارم به انگلیسی ترجمه میکنم بگی بالتاق حالا انگلیسیه من دیگه دارم بالتاق بالتاق بگی بالتاق من دارم یه دونه تو بالتاق گل میگم که یه آدم داره میره جوش دیگه من اوکی ام آ تو بالتاق خلاص وقتی میمونی تو بالتاق وقتی که میمونی فکر میکنی نمیتونی بیای بیرون اصلا و یه حس خیلی تخمیه دیگه. و من خودم رفتم آیواسکا تو پرو زدم، اصلا خیلی زندگی معوض کرد و کمک کرد برام و واقعا بعدش اصلا از این رو به اون رو بود، یعنی یاد گرفتم که با حتی با همه چیزی که از دست دادم، تراژدی، پول، مادیات، دیگه من همین زندگی همین گویا هستم که هستم الان و بعد از این هیچی خودمو بسازم و برسونم به جای بالا. درسته. و چندین بار تو زندگی شده که من راک باتم هیت کردم پایین تا اینکه بازم خودمو کشیدم بالا، یا وقتی مریضی هم مثلا با خودم ثابت کنم که میتونم تخمیتر یا مرد شیرجه بزنم و بازم خودم بکشم بیرون، اون اوورکام کردن ادورسیتی و سختی برای من یه هیجان عجیب غریبی داره. و من احساس کنم وقتی آدم توی اون فریکونسی و انرژی خوب شروع میکنه زندگی کردن، پول، شهرت، موفقیت همین طور شروع میکنه خودش بیشتر بیشتر بهش اومدن. میدونم خیلی غیر علمی این حرف هم ها، خیلی اصلا بفکنم از داده تجربی تو همون فریکونسی که میگیری همون چیزا رو اترکت میکنی دیگه، یعنی آدم های نگتیف همه اتفاقای عجیب و بد براشون میفته، آدم های پازیتیف همه اتفاقای خوب براشون میفته. و این هم شانسی نیست که حالا به هر کسی بگه الان من پازیتیف هم اتفاق خوب و الانجی شانسی داره برام میفته، نه بنظرم واقعا تو اترکت میکنی و به خاطر اینکه میخوای اونو ببینی فقط اونو میبینی،
یعنی اون ساید مغزت فقط چیزای خوب رو میبینه. ببین هر چیزی یه ساید خوب و بد داره و تو میتونی تصمیم بگیری کدوم سایدش رو ببینی و بستگی به فرکانسی خود داره. یعنی الان هوا آفتابیه، یه سری ها خوب میبینن، یه سری ها بد میبینن، یعنی همه این هم میتونه یه خوب و بد داشته باشه، ولی بستگی به فرکانسی خود داره که باهاش حال میکنی یا باهاش حال نمیکنی. بارون که میاد یه سری ها در میرن ازش، یه سری میرن زیر بارون میرخصن، درسته؟ یا برف که میاد، من عاشق برفم، بعضی ها اصلا با بعضی صحبت میکنی انقدر عصبانی میشن برف میاد به مکوه اینجا میگه ها زندگی من چیز شده اگه خیلی باحال شده اصلا ماشین میبرم بیرون سرسر بازی باش میکنم میدونی؟ و فکر میکنم اینم باز فریکونسی که خودت میگی با طرز فکر و اترکشن، لاو اترکشن اینا با همدیگه کار میکنه که به خیلی ریزالتی که میخوایی بگیری با آدم مشکل منفی بشه. ببین فقط تنانفری یه رو فقط ایراد تو این بحث هست. ببین توی یه مشکلی که اینو قبول دارم، ما وقتی که خودمون داریم به جای توی عشق و محبت و چیزای مثبت داریم آپریت میکنیم، خب آدم هیچیش بهتر هم بقول تو همین بهترین مثال بزنید، بارون و برف اینو بهترین مثال، ولی توی بحث مثلا آدمی که میگه من فکر میکنم که 10 میلیون دلار شوشم، اینو مثلا ذره کوسیه، چون دنیای کپیتالیستی زیرو سام گیمه. تو هر لایکی رو که تو داره میدی تو میگیری از یکی دیگه داره کم میشه، از هر دیگه پولی داره یعنی از درآمدی که دیگه داره کم میشه، که تو زلنگتری بتونی اون مارکت رو بگیری. همون داستانی که داشتی برام تعریف میکردی که اینایی که داشت کار میکرد بیزنسش رو تونست بیزنس رئیسش هم بخره و رئیسش هم بیرون کرد، جایی که دیگه رو اون خالی کرد. میدونی یعنی توی این بازی فرق داره. بازم میگم بحث من ضد پول و ضد موفقیت مادی نیست، ولی توی این کانتکست بعضی وقتا آدم فکر میکنه که ما فقط فکر نمی کنم که انرژیتون هر روز به 10 میلیون دلار برسم میرسم، نه اونو من میشم یه آرامش و خوشبختی درونی و واقعا. ولی اون یکم که فکر میکنه به 10 میلیون دلار برسه، به 10 میلیون دلار یه جوریه میرسه. اگه واقعا نمیشه همه انسان اگه برسن به واقعا نمیکنه. اگه همه به خود میشستن اونجوری که پولی داره میگه دیپ داون بهش میگه تاثیر میذاره 100 درصد میرسه به خدا میذاره. تو تینک اند گرو ریچ خوندی؟ آره خوندم. ببین تینک اند گرو ریچ اون طرف میگه که پسر من کر بوده و انقدر ما بهش گفتیم که تو میتونی بشنوی واسهش ترینینگ گذاشتیم اینا، طرفی که کر بوده خوب شده دیگه، از این چه چیزی قوی تر میتونه باشه که ایمپاسیبل در واقع، یعنی مثل ایمپاسیبل همه داری ایمپاسیبل، ولی همون یه اوت دیر کیس چیزه. بیشتر مردم ببین درصد آدمایی که توی دنیا زیر خط فقر زندگی میکنن، خب آدم هایی که زیر خط فقر زندگی میکنن لحاظ کپیتالیستی بهت میگم به نظر من میتونن زیر خط فقر زندگی نکنن. میتونن نکنن، فقط باید پشت کارشون رو چند برابر بکنن. به نظر من بعضی ها ببین بستگی داره آخه دیگه، میدونی یه ذرم به نظر من میتونم، من خود من... همه ماها توی یه پوینتی داره فرق نمیدونم شاید رفته باشه، من رفتم، من خودم توی یه روز بوده پول داشتم غذا بخورم، یعنی واقعا منتظر بودم بعد از اون پیچیدگی من پول داشتم غذا بخورم، ولی مثلا 150 دلار به زیر بدهکاری بودم، ولی برگشتی یعنی همون احساس تو رو داشتم که بدتر از شاید احساس تو هم بود. کریدیت کارت میکشید تا 40 تا دلار میگم جا داشت، ولی من 50 تا تو بودم. ولی به نظرم آخه برمیگرده به سکیل و مهارت شخص شما ها و ارتباطاتی که میزنید، علمی نالجی که خودتون جمع کردین، درسته که اون انگیزم تاثیر میذاره طبیعتا، ولی شما ولی مهارت هایی دارین که اون سکیلاتون، اون سکیل ستتون، استریت سمارتتون، کتابخون و مدرک همه رو دیگه و این کانکشن تو مهارت یه جمله هم جواب تو بدیدم خیلی خوب. فکر کن پوریا رو کپی کنی، آیدنتیکال، خب کلونشگری، یکیشون کوشر نگتیوه، یکیشون اینه، همه کارشون ایکوال کنن تو پرل یونیورس این موفق تر خواهد بود. من این چیزی که دارم سعی میکنم باور دارم، نمیگم بشین تو تخت بگو ده میلیون یه روز در باز می ده میلیون ریخته بهت، نه، باید تو هم با تو بازی باشی. یکی از مهره اینه که تو واقعا باورش بشی. دو تا مثال برات میزنم. آقا من پوکر بازی میکردم واسه سالیان سال، خب تو خونم هر پنجشنبه پوکر بود، عاشق پوکرم چون خیلی چیزا داره از نظر مغزی، فان، همه چی، هنگ اوت کردن، اصلا باور نکردین چقدر این بازی با من دوست داره. همیشه هم برنده بودم، یعنی مثلا از هر 50 تا دستی که بازی میشد مثلا من 48 بار برنده پا میشدم، یا بگو 45 بار برنده، 3 بار رو پولم، 2 بار بازنده، بازندم فوق العاده کم، مثلا 500 دلار، ولی برنده بین 300 تا 700 برنده. بعد آقا ما این بازی کنسل شد واسه چند وقت، من یادم رفت این پوکر رو مثلا یه 5 تا 6 تا پوکر نداشتیم، شاید حتی بیشتر 8 تا پوکر نداشتیم. بعد 8 تا یکی با آقا ما یه پوکر داریم، همین بچه‌ها که دیدی دوستای آمین،
گفتم ما پوکر داریم، گفتم اوکی منم میام. داشتم که بالا بازی کردم، بعد هر که رفتم تو دلم سرد بود. مثلا اینجوری رو الان میگم گفتم الان میمونم خونه با ایدادش یه فیلم میام که من بالا میشم یه سانندگی کنم برم اینجا $200 میخوام ببازم و دوباره ساعت 2 صبح برم خونه فرمون چرا دارم این کارو میکنم. یه خورده هی به خودم پاز نگاتیو میدادم. آقا به جون مامانم هر دفعه باختم. خب نمیدونم به کی همین قورو میزدم. گفتم بابا امشب هم داریم میایم داره قرار پول رو بازی بیا پول منو بگیر بشین ما فیلم نگاه کنیم یه وقت طرف نکنیم که مثلا خواهد. بعد یارو هاش میگه خب دود وقتی اینجوری حرف میزنی همین برای سرت میاد. بعد یارو یاد این کانسپت افتادم که مثلا اتفاقایی که واسه آدم میفته تاثیر داره چی فکر کنه. گفتم راست میگه مگه خودم کوسیو رو میگم بذار انجامش میدم. شروع کردم گفتم که امشب همه پول مال منه یه جوری مطمئنا. آقا از اون شب یک شب نباختم 9 هفته اینو رو بردم. آف کورس من تو خودم توی کازینو یعنی تا اون ویدیو رو بودم همین رفته بودم یک ماه پیش وگاس و من بچه ها قبل از که برم شده من آدم خوششانسی هم من قرعه کشی شده ماشین ببرم من شدم دمم نامبر وان پرایز قرعه کشی رو ببرم من شده نمیدونم این سری اتفاقا بیفته یه سری پول ببرم الان داریم میریم وگاس آماده باشیم که میخوام جکپات بزنم و همه میگفتن میخواین تا رسیدیم وگاس جکپات زدم تا رسیدیم بعد شب سوم چهارم داشتیم بازی میکردیم یه دونه تیبل بود تیبله داشتیم بلک جک بازی میکردیم هی میباختن همه سر میز یعنی یه سری آدم نشسته بودن همه داغون ناراحت اعصابا خورده میبینید چه میزنه سر خودش و اینا بعد من نمیدونم نشستم سر میز تا من نشستم یارو اینجوری نگاه کرد گفتش که Are you sure you want to sit on this table؟ یارو ببین چه چیز دیلره بهش گفتم که Why are you scared that you're gonna start losing؟ Because you know I'm here to take all your money, right؟ بهش جونه مادرم همین بعد یارو اینجوری نگاه کرد هیچی نگفت هیچی Well let's see گفتم که we will see از اون دست شروع کرد باختن کل تیبل شروع کردن بردن یعنی اصلا یارو مونده بود بعد من شروع کردم کارتاش حد زدن یه مثلا میزان گفتم you're gonna give me 5 و یه 5 میذاش و یه راست اینجوری مونده بود بعد دو تا از این سکیوریتی های کازینو اومده بغل ما وایس دادن که داره چه اتفاقی میفته وقتی من میافتم اون دوره این که شروع میکنم با اون مایندست با اون الکترو کوانتوم فیزیک کوانتوم فیزیک دقیقاً تو سرمه دارم یارو مثلا میرم رو مخش طرف بی خیال شد خب یعنی انقدر باخت مثلا کل سبزا اومد به ما سیاها همه اومد به ما مثلا من $6,000 برده بودم بغلی $5,000 همه مثلا $20,000 طرف کشیدیم خب بعد یارو گفتش که I'm leaving بعد به اومد که بره گفتم که Are you going for your break or you're done for the night بعد گفتش که I'm going for my break گفتم go think about it because you're gonna come back and you're gonna even lose more ولی یارو انقدر رفته بودم رو مخش اما رفت به این مره گذاشت که I don't wanna come back to this table چون اصلا یه جوری چیز شده که فکر میکنم اصلا جا بشه از دست میده دیگه انقدر یعنی فکر میکنم داره ستاپ شده این قضیه و میگم همه این چیزهایی که میگه درست مثلا من یه بار دیگه داشتم تو کازینو بازی میکردم یه دونه دوتا بی بی کوین بگیری و دیلرم بلک جک بگیره at the same time 2,000 to 1 میبری یعنی یه دلارت $1,000 بهت میده درسته و اصلا این چانسش که بخواد بیاد خیلی کمه یک توی مثلا یه ببین چه که 1000 بار کازینو خوبه دقیقاً مثلا یک توی شاید نمیدونم خیلی کمه بعدش من نشستم سر میز بهش گفتم که tonight I'm gonna get the lucky lady و یارو اینجوری نگاهم کرد گفتش که آیو شور گفتم yes I'm gonna get the lucky lady I'm gonna get the black jack بعدش 3 ساعت بازی کردم lucky lady گرفتم black jack زدم چی میدونی این روی همه کازینه چک بوده بود الان همه اینو میخوام بدونم من $25 گذاشته بودم و $25,000 جایزش بودش ولی به میز تقسیم کردم یعنی وقتی که بردم اومدم به سر میز بودم تو اینقدر میگیری تو اینقدر میگیری به خود دیلره $300 دادم ولی آخر سر بکنم $7,000 بسنم من بچه هم نشستم آخه بازی کنم میزدم این باختم به این دیگه داستان باهه با نه اوکیه اونش که اوکیه من انقدر بردم و توی کازینو کشیدم بیرون رفتم مثلا روز اولی که رفتم وگاس جک بات زدم اومدم بیرون و بعد شروع کردیم خرج کردن و غذا خوردن و همه رستوران ها رو من میبردم دوستام اینا رو اینطوری بود ولی خب منظوری که این چیز پازیتیفی که میگه صد از من تو زندگی اصلا من انقدر پازیتیف به همه چی فکر میکنم شاید ببین فکر نکنم واقعا کسی اندازه من تو سن من استرس کشیده باشه و
ولی اصلا نذاشتم من سیره استرس اصلا نذاشتم بخواد بیاد توی وجودم. یعنی با هم داشتیم غذا می‌خوریم گفتم این چه سیتی رفته بالا، مورگیج من از 75000 دلار شده ما 130000 دلار درسته، و 130000 دلار تا در ماه داره ازت میره یه عدد خیلی سنگینیه و خیلی ریسکش هم بالاه و خیلی اصلا همچین اتفاق میفته ول میکنن میره اصلا اختلال میدن تو ذهنشون یه همچین چیزی میشه. و من خب بیزنس پارتنرهایی هم دارم که اینو میبینن و اونا اصلا با اینکه شاید میگم من بیزنس پارتنری دارم که 10 برابر من پول داره میدونی، و اون وقتی این اتفاق افتاد دیگه به من زنگ میزد میگم آماده ورشکستگی هستی یا نه، یعنی قشنگ یه تلفنی که به من خورد گفت آماده یه ورشکستگی هستی یا نه، گفتم ورشکستگی چی؟ و گفتش که مثلا ما 2 ماه دیگه مورگیج بیشتر نداریم تو حساب ما بخوایم مورگیج رو بدیم و is done. من تپت اوتم، تو تپت اوتی، همه آپشن بیامون رو استفاده کردیم. گفتم مثلا گفتم ما یعنی الان 60 روز هنوز وقت داریم؟ گفت آره. گفتم خب تو 60 روز یعنی ما انقدر عرضه نداریم که بخوایم گلیم خانم رو کشیم از آب بیرون، 60 روز وقت داریم. و گفتم که من نیستم دیگه، رو من حساب نکنم، I'm done. من از این سیستم، من دیگه اصلا بیرون آمد این سیستم، این زمینایی که گرفتی سود کرد مال خودت، ضررم کردم مال خودت، من ام اوت. من گفتم شور، اما یعنی بیشتر زیر فشار رفتم تو این قضیه تا روز 55م رفتم، روز 55م یکی اومد 500000 دلار بهم پول داد، من کشون واسه 3 ماه دیگه میدونی 4 ماه دیگه، من همینجوری کشوندم تا آخر سر یه سولوشنی پیدا کردیم و از اون اومدیم بیرون. بعد به طرف گفتم دیدی مثلا تفاوت من و تو فقط این بود که من داشتم به این فکر میکردم که سولوشن هست، سولوشن هست و فقط من به اون چجوری رسیدم. تو انقدر نگاتیو شدی و اینکه 10 برابر من بیشتر پول داری یا یعنی مثلا ما اگه میرسیدیم به 0 0 0 اون فقط نیاز بود که دکمه بزنه استاکش رو 1 میلیون دلار بفروشه، یعنی تو این وضعیت بود که انقدر داشت به این قضیه نگاتیو فکر میکرد. ولی من وقتی رسیدم تو اون قضیه به اون 0 شده بودم، صفر بودم، یعنی به من پدری ندارم که زنگ بزنم بگه حالا یه 500 تا اگه میشه به من بده. اونم داشت، نمیدونم اون خانواده‌اش هم هنوز در کنارش بودم، ولی من اومده بودم پول همه رو ریخته بودم توی کار، یعنی هیچ کس نبود که بیام برگردم، ولی فقط مایندم بود که داشت تو اون لحظه کار میکرد و مایند من قدرتش از کل دارایی اون قوی تر بود میدونی، و 100% باید پوزیتیو فکر بکنی تو هر شرایطی که هستی، باید پوزیتیو فکر بکنی. اون پوزیتیوه، اون پوزیتیویتیه یه کاری میکنه که همه چی تو فیورت اتفاق بیفته. پوزیتیویتی یکیشه، خیرخواهی یکی دیگه‌شه و گیو اوی کردن، کمک کردن یکی دیگه‌شه. یعنی اینا رو باید با هم دیگه داشته باشی، چون از لحاظ اسپریچوالی هم باید اون گیو اوی و خیرخواهی بیاد هی چارجت بکنه، یعنی اون انرژی های مثبتی که پخش میکنی به خاطر اون خیرخواهی که داری یه جایی میاد به این جمع میشه دیگه. من همیشه یه جوری به آدما نگاه میکنم، میگم آدما یه جورایی مثل آهنربا هن، میدونی اگه چشامونو از همون بگیرن، دستامونو بگیرن و اینا، میشیم یه مش آدم رو آهنربا، میگم آدم رو یه مش آهنربا که تو شهر داریم راه میریم. خب آدم آهنی منظور تو آهنربا درست میگه، مگنتیم، همه مگنتیم مگنتی. با هم دیگه اون انرژی ما یه سری مگنتیم که داریم تو این شهرها اینا ما هم زندگی میکنیم، اونی که کار خیر میکنه مگنت خیلی قویه که داره انرژی ها رو همینجوری میکشه. آها میدونی، و تو باید سعی کنی اون مگنته قوی تر و بزرگتر بشه با کارهایی که میکنی. نمبر 1ش ذهن خودته که میتونه اون مگنت رو قوی بکنه، نمبر 2 و نمبر 3ش میشه اون کارهای خیری که میکنی. مثلا همین میشه که یک نفر میبینی میگه اصلا میبینیش میگه یارو انرژیش خیلی قویه. ببین تا آخر پیش بنظرم حالا شاید من اصلا موافق نباشم با شما تو، ولی چیزی که قبول دارم اینه که اون تسلطی که بهت میده، اون آرامش که میده، اون طرز فکر کردن به تو یه بوست اعتماد به نفس میده، به تو یه کلریتی. تو میگی طرز فکر هیچ تأثیری رو آوتکام زندگی نداره؟ نه من میگم طرز فکر داره، تأثیر داره خب، ولی مثبت بودن فقط کافی نیست. ببین ترکیب، میگم تمام، ببین چه چیز داستان خودش تعریف کرده، ببین داستان خودش تعریف کرده دقیقاً بهتر مثال بود که این آدم ترسیده بود، اون انرژی ترس و منفی و ایناش باعث شد که نتونه با ویژن درست ببینه و مسئله بتونه ریزالو کنه، رفته بود که یه سپایرالی داشت لوپ میکرد به سمت صفر. ولی این پوریا با انرژی خوب، با طرز فکر کلاریتی، با آرامش، تسلط روی خود به جایی که بریک داون کنه گفت آقا نه، باید سلوشن پیدا کنم و میتونم پیدا بکنم.
این به نظر من میدونی فقط یعنی پوزیتیوی از وان پارت اف ایت آی تینک ایتس کامبینیشن اون اعتماد به نفس با این تجربه میاد بودن توی موقعیت‌های سخت آگاهی با دنیایی که داره توش کار میکنه میخوام بگم ترکیبی از همین چیزا باید که تو بتونی از اون سختی بگیری مثلا بگم اون نگاتیویتی اون آدم داشت به من نفوذ میکرد چون هر روز به من داشت میگفت اینو و من یه روز اومدم اینجا خیلی جالب بود اومدم نشستم گفتم دیگه ما رفتیم تهش دیگه تموم شد الان چی کار کنم؟ گفتم خب یکی از زمین ها اونو بفروشیم اونم یه راه حلی دیگه مثلا ما 30-40 تا زمین داریم گفتم یکیشو بفروشیم پولشو در بیاریم چیز کنیم به این طرف گفتم پایه یکیشو بفروشیم و پایه هم یکیشو بفروشیم بهترین کاری که میتونیم الان بکنیم گفتم شد گفتم خب ما تو این مدت مثلا 2 هفته تا پیمنت بعدیمون کی میاد بخره به ما مثلا پول بده یکی یه آشنایی معرفی کرد گفت ببین این آشنایی میاد میخره یکی از زمینای ما رو گفتم پرفکت بیا با این آشنا من اون موقع هم مثلا 3 روز بود با یه دختری آشنا شده بودم دخترم پازیتیو سنگین اینفلوئنسر 200,000 نفر هم فالوور داره کانادایی خیلی پازیتیوه خب بعدش با اون تازه آشنا شده بودم یه روز اومدم تو خونه با اون دوست این آشنای این رفیقم گفتم که بیا ببین کدوم زمین رو میخوای این طرف اومد گفت چه زمینایی داری من اومدم همه زمینا رو واسش نوشتم گفتم من اینا رو دارم کدوم رو میخوای هر کدوم میخوای بردار گفت این که نه این که نه این که نه این چیه داستانه گفتم ببین این یه زمینه بین این 10 تا زمینه این یه دونه نیست این 10 تا زمینه بغل همن یه برج باغه خب و من اگه بخوام به تو بفروشم باید بیای یه سرشو بخری نمیتونی بیای وسط 10 تا زمین منو بخری یه دونه این مثلا 10 میلیون رو بهت میفروشم که من تو فکرم این بود که من یه دونه رو بهت بفروشم یه زمانی دوباره پول دستم اون ازش بخرم چون با یه دونه نمیتونه چیز کنه یه جوری به خاطر یه زمین نمیتونه بیاد 10 تا زمین منو بذاره پاشو گلو من یارو یه ذره فکر کنم ببین نه من این شماره 5 رو میخوام خب گفتم چرا؟ چون اون از من خیلی پولدارتر بود اون طرف و آدم اسمارتی هم بود کشش رو نگه داشته بود خب؟ یه بیزنس سنگین هم داشت ماهی 1,000,000 دلار بیزنسش بهش پول میده کش خب؟ بعدش باش بهش صحبتی کردم گفت ببین من شماره 5 رو میخوام بعد منم دیگه انقدر نگتیویتی این طرف رفته بود سرم گفتم ببین 5 و 4 و 5 رو با هم بهت میدم درسته؟ گفتم ولی تا رو خدا یه جوری باشه که با هم دیگه بعداً بتونیم اینو جمع کنیم چون من الان دارم افسارم میدم دست تو یعنی الان تو میتونی هر کاری بخوای تو این پروژه دیگه با من بکنی چون مالی وسط زمین من از من گرفتی ولی من نشستم اینجا داشتم رو کاغذ مینوشتم و همیشه دوست دارم بنویسم همه چیزمو اومدم 10 تا زمینمو کشیدم دونه دونه و گفتم که اوکی 4 و 5 میدم به این 3 تا میمونه این بعد یه سگه میمونه اونور اونوریا هنوز میتونن یه برج بشن این 3 تا اولیه دیگه سوخته این دختره اینجا نشسته بود داشت فیلم رو من میدید بعد گفتش چیکار داری میکنی؟ منم دوست دارم شعر بکنم داستان قضیه به این دختره گفتم که من مجبورم این دوتا زمین رو به یکی بفروشم الان چون لحاظ کشی خیلی تایت شدم و یه رو نگاه کرد گفتش که طرف میشناسی؟ گفتم نه طرف رو من نمیشناسم گفتش چی باز داری بهش میفروشی؟ گفتم خیلی تایتم 2 هفته بیشتر وقت ندارم که پیمنت مورگیج بعدیم داره میاد و اگه نفروشم به این 10 تا زمینم میره زیر داستان واظرم که دوتاشو بفروشم آره فورکلوژر نمیشد حالا ولی اصلا نمیخواستم به اون داستان کردیت هم بخاطر بشه گفت تو یعنی الان 2 هفته هنوز وقت داری یه نفر رو پیدا بکنی ولی میخوای زمینتو بفروشی این زمین روز آخر میفروشیش میبینی؟ باید فکر کنم یه دختر یا من این رو گفت کسی بگشم نگاهش کنم گفتم که یه تو راست میگی واقعا بگشم به طرف زنگ زدم همون موقع که این نشسته زنگ زدم به طرف گفتم ببین من یا زمین یک رو بهت میفروشم یا اصلا بهت نمیفروشم هر کاری میخوای بکن این یارو گفتش که نه من گفتی که اینو گفتم ببین من الان دارم هنوز که بدی چی باهم امضا نکردی تو واقعا پولی ندی هیچ گفتم که بعد زنگ زدم به این دوستم گفتم من این زمین رو نمیفروشم هر کاری مثلا من ترجیح میدم 10 تا زمین رو از دست بدم ولی به این طرف نفروشم چون این نیومده کمک من کنه این اومده پاشو بذار رو گلو من بعدن اگه میخواست کمکم کنه یکو میخرید دیگه گفت باشه اختیار پروژه خود دست خودت این اومده ما رو بکنه زیر فشار ها این نیستش که اومده کمک بکنه یعنی به دست دوستی اومده ولی داره یه جورایی میترکونتمون بعدم هیچ دیگه گفتم نه شماره یک رو بهش ندادم 7 روز بعد اون نفری که گفتم اومد 500,000 دلار رو پیدا کردم باهاش صحبت کردم با یه آقایی بهش گفتم من یه سری اینجا زمین دارم و این زمین ها هم میارزه من 500,000 دلار شریک
میخوام داشته باشم، میخوای با من 500 شریک بشی؟ زنه 30 میلیون میارزه. خب آف کورس اینا میان باید شریک میشم. دان یعنی اگه مثلا اونجا اون پازیتیویتی بالاتر دختره نیومده بود به من یه راه حلی بذاره، من الان یه از زمین ها که شاید اگزیت پلن زندگی به این زمینه، میدونی؟ از دست داده بودم باشه. من میفهمی یا نه؟ پازیتیو باشه. من که پازیتیو باشه که قلبم باشه. خیلی پازیتیویتی مهم. پس دیگه پازیتیو باشیم. کسی که پول دارن و مشهورن نگران باشین. رابطه هاتون و مثل این افزارش دستتون باشه. و افزار منم دست خودتون بگیرین. آره یه دختری شما گفتش که من نمیدونم تو رو میبینم باید چیکار کنم. گفتم معمولا زانو میزنم. ایلاشی ببینم بهتون براتون زانو بزنم. جاکس.